سلام و صد سلام، امیدوارم که شاد و سلامت و خوشحال و خورم باشید. توی این قسمت میخوایم بریم ببینیم که چطور یک فریم از ویدیو برای تایم لپسمون رو به مدت دلخواه نگهش داریم. اگر اولین بارتونه که داریم با پریمیر کار میکنیم، پیشنهاد میکنم قبلش حتما این ویدیو ما رو ببینید. این ویدیو که الان لینکش اینجا هست، اولین قسمت از مجموعه ویدیوهایی که ما شروع کردیم برای یاد گرفتن ادیت ویدیو. توی اون یه خورده با محیط پریمیر آشنا شدیم، ولی اگه پریمیر رو میشناسین که بیایم بریم سر اصل ماجرا، ببینیم که این بار چه خبر. بیاین اول قبل از اینکه شروع کنیم بریم یه نمونه ببینیم منظورمون یعنی چی که میخوایم یک فریم رو نگهش داریم. این چند ثانیه ویدیو رو ببینید. مثل یه آینه رو زمینم برامون ستاره کاشته بود. هر از چند دقیقه هم یه شهاب از تو قاب چشمامون رد میشد. هوا هم هر ساعت سردتر میشد. وسط تابستون و این همه سرما. این چند ثانیه از ویدیوی بود که من از سفرمون به دامنه های سبلان برای دیدن شهاب های بارش شهابی برسابوشی ساختم و توی تایم لپس ها اون جایی که شهاب زده بود رو توی ویدیو در حقیقت نگهش داشتم و زمان بیشتری طول کشید. حالا بریم با هم ببینیم که چطور میتونیم این کار بکنیم. چند تا روش مختلف داره، میخوایم ما یکی دو تا از روشاش رو با هم ببینیم و یه سری افکت جذابم بهش اضافه بکنیم. این دفعه یه مقدار مبحث طولانی تره، نمیتونم مثل دفعه قبل بگم میخوام تلاش کنم توی 5 دقیقه تمومش کنم، ولی میخوام تلاش کنم خیلی سریع مبحث رو باز کنم و بگم و ببندمش. برای همین دوباره تایمر رو روشن میکنیم تا ببینیم چقدر طول میکشه. 1 2 3 بریم. پریمیر رو باز میکنیم و من یکی از تایم لپس ها رو اینجا بازش کردم. توی این تایم لپس ما نشستیم لب چادر، داریم آسمون رو نگاه میکنیم و کیسه خواب رو پهن میکنیم و میخوابیم و دوربینم داره تایم لپسش رو میگیره و وقتی که ما میخوابیم چند تا شهاب پرنور پشت سر ما پشت چادر توی افق میزنه. من الان میخوام اون فریم رو این فریم رو نگهش دارم و روش سری کار بکنم. یکی از روشاش اینه که من کلیک راست بکنم روی ویدیو وقتی که روی فریم مورد نظرم هستم و گزینه Add Frame Hold رو بزنم. وقتی Add Frame Hold رو میزنم اون فریم رو برای من نگهش میداره، ولی ما بقیه ویدیو میپره. خب میبینی چجوری شد دیگه، تایم لپس داره میره سر اون فریم فیکس میشه ولی بقیه ویدیو نیست. اگر بقیه ویدیو رو هم میخوایم یک روش دیگه، من Ctrl Z میزنم دوباره میام روی اون فریم مورد نظرم که شهاب زده بود، کلیک راست، این دفعه insert frame hold segment رو میزنم. این فریم رو برای من به مدت 2 ثانیه به صورت یک فیلم کاملا ثابت درش میاره و بعد ادامه دوباره تایم لپس ادامه پیدا میکنه. ببینید و من میتونم این زمان 2 ثانیه رو تغییرشم بدم اینطوری که من یه خورده اینو بزرگترش بکنم میام اینجا وقتی که این علامت قرمز میاد کامند رو میگیرم تا وقتی که علامت زرد بیاد، یعنی اون علامت قرمز زرد بشه. ببینید طولش رو زده 2 ثانیه. من این طول رو میتونم اینجوری بکشم کوتاه‌تر و بلندترش بکنم. چرا کامند رو میگیرم؟ برای اینکه اگر این قرمز باشه وقتی من تغییرش میدم اون ادامه ویدیو باهاش حرکت نمیکنه و خب دوباره کاری میشه دیگه، هی اون ادامه ویدیو رو من باید باهاش عقب جلو بکنم. ولی وقتی کامند میزنم و این زرده اون ادامه ویدیو رو خودش باهاش عقب و جلو میکنه. پس من طولش هم اینجوری میتونم تغییر بدم. الان طولش شد 4 ثانیه، من میخوام بکنمش مثلا 5 ثانیه. خب حالا بیاین یه سری کار هیجان انگیزتر هم روش انجام بدیم. میخوایم یک افکتی بهش بدیم که انگار یک عکسه از این تایم لپس، یک عکسش رو ما فریز کردیم و افکت دوربین و اینجوری فلاش زدن رو هم میخوایم بهش اضافه بکنیم، یه چیزی مثل فلاش زدن. میام اینجا یه افکت اول یه ترانزیشن میخوایم بین این دو تا تیکه اضافه کنیم. میرم توی افکت، توی ویدیو ترانزیشن دیسولف دیپ تو بلک رو انتخاب میکنم، میگیرم میکشم میندازمش روی این دوتا ویدیو. این طرفم همینطور، این طرفم میتونم بندازمش
و طول این ترانزیشن رو من کم و زیادم میتونم بکنم. الان ببینیم چه جوریه قبل از اینکه بریم طولش رو کم و زیاد بکنیم. این خیلی طولانی. من میخوام خیلی کوتاه‌تر از این بشه. یک تاریکی لحظه‌ای میخوام. من اینو بازش میکنم که قشنگ ببینیمش. هم میتونم اینجوری بگیرم بکشم کوچیک و بزرگش بکنم، هم وقتی روی این ترانزیشن هم کلیک میکنم این بالا سمت چپ توی این پنجره جزئیات ترانزیشن من باز میشه و من اینجا میتونم بهش زمان بدم. من میخوام 5 تا فریم 6 تا فریم طول بکشه. خب شد 5 تا فریم، ببینیم چی شد. خوبه، اندازش خوبه. اون طرف هم همین کار باش میکنم. دوباره اینم 5 تا فریم. خب ببینید اینجوری شد تا اینجای کار. خب حالا میخوام بهش صدای دوربین اضافه بکنم. چطور این کار میکنم؟ من از قبل با موبایلم صدای شاتر رو ضبطش کردم و یک شاتر 5 ثانیه‌ای که به این 5 ثانیه‌ای که طولی که گذاشتم بخوره. صدای شاتر رو ضبطش کردم و اینجا آوردمش. اینجا شاتر باز میشه سر این قله، اینجا این یکی صدا هم صدای بسته شدن شاتره. اینو میام یک جوری فیکسش میکنم که با این یکی بشه. ببینیم چی شد. حالا میتونید این 5 ثانیه رو کم و زیادش بکنید. اینجا چون عکس آسمان شبه و عکس آسمان شب معمولا لانگ اکسپوژره، من ترجیح دادم که یک چند ثانیه طول بکشه که اون حسو بیشتر بتونم منتقل بکنم. میشه یه صدای دیگه هم بهش اضافه کرد، هیجان انگیزترش کرد. من اینجا صدای شب طبیعت رو دارم. اینم با هم بشنویم. این یه روشش بود. یه روش دیگه‌ش هم اینه که بریم روش دیگه‌ش رو روی یه دونه تایم لپس دیگه با هم امتحان بکنیم. من یه تایم لپس دیگه میارم. خب یه تایم لپس دیگه رو من به اینجا اضافه می‌کنم. اینا این تایم لپس دوممون. بذارین من این لاین صداشو دیلیت بکنم، اینو لازمش نداریم. و اینکه تایم لپس ما 4K و چون سکونس ما 10 80 90 20، این تایم لپس زوم شده. من اندازه تایم لپس هم کوچیکش میکنم. اینا رو قبلا با هم توی قسمت‌های قبل کار کردیم، به خاطر همین من الان فقط سریع انجامش میدم، توضیح نمیدم. اینم میارم با این بالا لب به لب میکنم. خب خوبه، بریم ببینیم توی این تایم لپس هم دوباره یه جایی یک شهابی زده و ما با یک روش دیگه‌ای می‌خوایم این فریم رو هم فریزش بکنیم و نگهش داریم. بریم اول شهاب رو پیدا بکنیم. خب اینم از شهاب این تایم لپس توی این فریمه. به قدر این شهاب بزرگ بود که نصف کادر رو که گرفته که داریم میبینین رفت ادامهش هم خارج کادر، یعنی ادامهش رو توی تصویر نداشتیم. روش دوم اینه که از این نواری که اینجا میبینید، این علامت دوربین که اکسپورت فریمر رو بزنید، چیکار میکنه؟ میاد این فریم رو به عنوان یک عکس جدا میکنه براتون. اگرم نمیبینید این دوربین رو توی این نوار، از این به علاوه میتونید اضافهش بکنید اگر بای دیفالت نداشتینش توی پریمیرتون. خب حالا ما که داشتیمش اینجا، پس روی این فریم مورد نظرمون علامت دوربین رو میزنیم و اینجا ما میتونیم اسمش رو انتخاب بکنیم، اسم اون فریممون و عکسمون رو میتونیم، فرمتش رو انتخاب بکنیم و میتونیم بگیم که کجا سیو بکنه. من حالا فعلا دسکتاپ رو میزنم که خیلی سریعتر به نتیجه میرسیم. و اگر ایمپورت تو پروژکتم بزنید، این فریم رو براتون توی همین پروژکتت که الانم باز هست میاره و راحت تر میتونید پیداش بکنید. من الان اوکی میزنم. ببینید وقتی که اوکی میزنم، عکس اینجا توی پروژکت من توی این پنجره پایین سمت چپ اضافه میشه و من راحت میتونم این عکس رو میبینید، اینجا میتونید ببینیدش. روش دبل کلیک کنید اینجا باز میشه. من این عکس رو از اینجا میگیرم، میکشم، میارم، میندازم اینجا، دقیقا همین جایی که میخوام یک فریمی رو ثابت نگه دارم. بعد با این علامت کات، با این تیغه از همینجا میبرم و ادامه تایم لپسم رو میبرم بعد از این در حقیقت فریم این عکسه. ببینید چی شد.
اینم یک روش دیگه برای انجام این کار بود. این روش دوم روشیه که خب این مقدار زمان برتره، یک عکس اضافه میشه بعد دوباره اونو اضافهش میکنی. من خودم معمولا از اون روش اول این کار رو انجام میدم، ولی این روش دوم وقتی به درد میکنه که شما یک فریم از یک ویدئوی رو میخواین باش تایملاین درست کنید، لازمش دارین، میخواین ادیتش بکنید، این روش هم موقع به درد میخوره. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، ازش استفاده بکنید. یه نکته رو اضافه بکنم که این فقط به درد تایم لپس و شهاب و اینا نمیخوره. توی ویدیوهای ورزشی من دیدم از این خیلی استفاده میکنن. مثلا یک چونم اسکی بازی داره جامپ میکنه، اون بالا اون حرکتش رو فریز میکنن. خیلی جاها من دیدم که از این روش استفاده میکنن. منتها من مثالی رو زدم که خودم بیشتر دارم از این تکنیک استفاده میکنم. اگه سوالی چیزی داشتین حتما این پایین توی کامنت بذارین. اگه فهم کنید ویدیو به درد کسی دیگه میخوره شیرش بکنید. و اینکه ویدیوی کامل این سفر، یعنی سفر بارش شهابی برصابوشی رو اونم اینجا میذاریم، میتونید ببینیدش. موفق باشید. خدا حافظ.